بادغیس از ولایت کوهستانی افغانستان و به سطح کشور مناظر طبیعی کم نظیر دارد. اکثر مردم بادغیس کشاورز و با روش های کهن و سنتی مصروف زراعت هستند. بعد از پسته خربوزه دومین منبع درآمد کشاورزان بادغیس به شمار می رود. بادغیس از جمله ولایات دور افتاده افغانستان شمارده می شود که از لحاظ بازسازی شاید کمترین توجه از سوی حکومت مرکزی بوده است. موسی همکاری بر رسول وابستگی کنفرانس دروزه را تحت عنوان بهبود دسترسی به علوم اسلامی به اشتراک بیشتر از 200 تن خانمان و اقران برگزار نمود. در آغاز کنفرانس فیض محمد میرزاده معاون مقام ولایت بادغیس گفت ما زمان دسترسی به عدالت کرده می توانیم که از دانشی بهتر در ساحه های سیاسی، اقتصادی، دینی و غیره برخوردار باشیم. زمان ما می توانیم به عدالت نزدیک شویم، به عدالت برسیم که ما دارای دانشی لازم باشیم، یعنی از دانشی لازمی برخوردار باشیم و از معلومات خوبی برخوردار باشیم که در عرصه دین، در عرصه سیاست، عرصه نظام و فرهنگ در هر حالت و زمانی که ما از لحاظ دانش و از لحاظ علم و از معلومات تکمیل نداشته باشیم ما نمیتونیم با نقطه‌ای که هدف داریم صلح باشه، رفاه مردم باشه، ترقی باشه، به هر صورت محو خشونت باشه و سایر مسائلی که در جامعه باعث نظم مخل اجتماع میشود ما به او رسیده نمیتونیم. این کنفرانس ها را ما به فال نیک میگیریم، بسیار کنفرانس خوب هستم، امیدوار هستم تا این مدت دیره که این کنفرانس در اینجا ادامه داره تمام دوستان ما از رهنمون و ارشادات علمای دین مولوی محمد ابراهیم رئیس شورای علمای ولایت بادغیس میگوید توجه به آموزش نیاز به همکاری دولت، مردم و خانواده ها دارد و کسانی که علم دارند نسبت به کسانی که علم ندارند در کارهای روزمره بسیار موفق هستند. آموزش های دینی هم بستگی به در بعضی نقاط بستگی به امنیت هم دارد. ناامنی مانی بسیار از عبادات میشن. دسترسی به آموزش رسیدن به امنیت تشویق از طرف والدین، مهربانی از طرف استاد و همکاری از طرف دولت، میسر بودن اسباب و لوازم تعلیم و تربیت، اینها کارهایی هست که دسترسی پیدا میکنن مردم با اولادهای مردم به آموزش علوم دینی و غیر علوم دینی. هر علمی که باشه خوب است. تمام علوم از نادانستن دانستنش خیلی بهتر است. لیلا ما مدیره حقوق ریاست امور زنان ولایت بادغیس از فامیل ها آرزو میبرد که اطفالشان را به مکتب بفرستند. وقتی اطفال ما به سن قانونی تعلیمی خود میرسد باید بتوانید آنها را تشویق نماییم تا وارد مکاتب نماییم، کمک کنیم تا بتوانند تعلیم و تحصیل درست بیاموزند. ضمن اینکه مکاتب با آنها تعلیم و تحصیل بیاموزانند، در راستای تحصیل بهتری آنها خانواده ها نیز میتوانند مولوی عبدالسلام مدیر عمومی اطلاعات و ارتباط عامه ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت بادغیس میگوید علما باید بیشتر اطفال را به آموختن علوم اسلامی و دینی تشویق نمایند. بچه خانه هایی که نزد علما و امامان محل صورت میگیرد که منبع اصلی اجرا کننده اون ریاست های ارشاد حج اوقاف در ولایات است که اگر مکتب اولی و مکتب ابتدایی اطفال صورت نگیرد اینجاست که اگر طفل ما و بعد از جوانی با فرا گرفتن سایر علوم و فنون نمیتواند که یک بار بسم الله الرحمن الرحیم را با قوانین قرآنی ادا نماید. در مکتب اسلامی اگر مدت را میخواندیم بعد از سپری شدن دوره ابتدایی باز به مکاتب دیگر رجوع میکردیم ما میدانستیم که بسم الله الرحمن الرحیم گفته میشود، ولی کلانترین کس و سخنران ما شاهدش هستیم که میگه بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه اسلامی زمان مسلح با تمام قوانین علوم اسلامی میشود که از مدت دوره طفولیت تا مدت 5 سال یا 10 سال را نزد امام محل بخواند تمام امورات دینی و اسلامی خود را بلدیت کامل حاصل بکند و بعد از او با یک مکتب که سایر علوم به آن متعلق است برود. محیدون کریمی مسئول شبکه نهادهای مدنی دولت بادغیس پیشرفت جامعه بشری را از سبب علم و دانش می‌داند. می‌گوید خانواده هایی که تعلیم و تحصیل نمودند نسبت به دیگران زندگی بهتری دارند. انسان‌ها در حقیقت اصل بود مهم شما انسانیت است و انسانیت
با آموزش با آموختن با فراگیری علم و دانش در حقیقت برجسته میشه. ما یعنی در بوده معنویت در حقیقت همین علم است که ما باید علم بیاموزیم در تمام عرصه ها در تمام ابعاد. علم است که ما را به اون مسیر و به اون هدف خاصی که ما داریم ما را میرسونه. زینت علم آراسته بشه، در سایه علم در حقیقت بزرگ بشه، او در حقیقت یک خانواده، یعنی یک خانواده سالم و یک خانواده که میتونن حداقل در آینده یعنی کسانی را در جامعه تقدیم بکنه که او مصدر خدمت برای جامعه بشه. همین زیربنا یک جامعه خانواده است. به همین سلسله در اجتماع در حقیقت یعنی یک جمع عظیمی که در یک زندگی میکنن بخوان که در حقیقت زندگی بکنن در اونجا و برنامه های زندگی خود در اونا طرح بکنن، برنامه ریزی بکنن، از طریق علم و از طریق آموزش میشه که در حقیقت او را برنامه های زندگی خود در اونا تنظیم بکنن. چون موضوع کنفرانس ولایت بادغیس دسترسی به علوم اسلامی بود، مولوی عبدالحکیم حقیار عامر در علوم در ولایت بادغیس گفت تعدادی با اندک آگاهی اسلامی در مورد بعض مسائل فتوا میدهند، کافر را مسلمان و مسلمان را کافر میسازند. نام برده از حکومت خواست کسانی که بدون علم و دانش درست اسلامی در مورد بعض موضوعات فتوا میدهند مجازات شوند. باید کسایی که فتوا میدهند، کسایی که حرف میزنند، با اسماء الرجال معلومات داشته باشند، با تاریخ معلومات داشته باشند، با قوانین افتا معلومات داشته باشند. همه حرف است که رسولان برای گفتن در آخر زبان مفتی های پیدا میشد که خود را هم گمراه میکنه و مردم را هم گمراه میکنه. یک خیلی هم زنگ خطر بوده که رسولان برای سلام گفته که ازی حرف باز بدارن خود را که نرکت نه عظیم است. امروز کسانی که یک چند خط فارسی هم که داشته باشد اگر بنشیخ شد فتوا میدهد. اگر خواست کسی را کافر بگید میگوید. کسی نیست از دو برسه که اینجا دولتی هم مردمی هم اینجا علم هم بحث هم کتاب هم قرآن اصول است، باز احادیث است، باز تفاسیر است، باز اینجا فتوها است. بیا یک سر در کتاب ها بزن مطالعه کن که از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم 1600 سال تا حالا چقدر کتاب ها علما نمیشته بده. اما آنقدر حالا به تفاوتی ایجاد شده که هر کس خود رو جامعه و کمالات میدن و هر سر دلش خواهد میگه و کسی میام از دو برسه که تا چه حد تو حق داری حق بزنی. الحاج مولوی محمد حسین فیضان عضو شورای علمای ولایت بادغیس سرآغاز ظلم، قتل، ناروا، دربدری، بی‌عدالتی و انواعی از مشکلات در کشور را از عدم علمیت و جهالت مردم می‌داند. که در افغانستان اگر جنگ است، جدال است، قتال است، آدمکشی است، ظلم است، چور و چپاول است، حرف ناشنیدن است، همگی منشأ می‌گیرد از جاهلی و از بی‌خبری ما. واقعا اگر ما به اسلام آشنایی کامل داشته باشیم، اسلام دین صلح است و صلح و خیرون خدا بوده. هر مسلمانی که همین کلمه همین آیه مبارکه و صلح و خیرون اگر با کمال دقت به ذهن خود جای بده، باز وجدانش اجازه نمیده که خود برادر مسلمان خود جنگ کنه، وجدانش اجازه نمیده که علیه برادر مسلمان خود او اعلان مبارزه و جنگ کنه، با او اجازه نمیده که با خود اجازه میده که تعرض به آبروی یک مسلمان، تعرض به مال یک مسلمان، تعرض به ناموس یک مسلمان را با او سرمشق زندگی خود قرار بده. امروز که اگر در هر گوشه از افغانستان جنگ است، صلح را نمیپذیرند، دعوت رحمت را نمیپذیرند، اتحاد نمیکنند، با هم در یک مسیر روان نمیباشند، یک دیگر خود را پذیرش ندارند، تحمل پذیر نیستند، اینها همه که نتیجه همون جهل و نادانی که نسبت به اسلام ما داریم. آغاز روز دوم کنفرانس با صحبت‌های مولوی علاءالدین کریمی عضو شورای سرای ولایت بادغیس می شود. نامبرده می گوید با مختن علم می توان با افراطیت مبارزه نمود. یقینا یک چیز، یک مشکلی که عام است، از حضرت امام شافعی رحمه الله پرسان کردم که کدام وقت مردم جاهل به حساب می آیند؟ گفت زمانی که احساس استغنا از علم بکنند. حالا این که طلب علم از مهد تا به لحد هستند این همی معناش است. ما گاهی احساس استغنا می کنند. این یک مشکل عام است. بر مدارس دینی، بر مراجع تحصیلاتی و بر مراجع تعلیماتی گاهی احساس استغنا میشه، در حالی که هرچه که ما داریم یک قطره کوچک، هرچه که عالم باشیم قطره کوچکی از دریای علم هم بیش نیست. محمد فرید اخیزی وکیل شورای ولایتی بادغیس نبود یمت فقط تنگدیسی را از عامل میدند که جلوی مختن علوم دینی و ازی را گرفته است. تا
در افغانستان ما و شما هر روزه میبینیم چی مشکلاتی هست. این مشکلات صدمه خود، این ناامنی ها صدمه خود در پیکر علوم به ویژه علوم دینی زیاد زده و خواهد زد. و این هر روزه میبینیم که مدارس ما با مشکل هست، مکاتب ما با مشکل هست، علمای ما با مشکل هست، صاحب جوانان و نوجوانان ما شما با مشکل امنیتی روبرو هست. اگر وقتی یک فامیل طفل خود به مدارس دینی روان میکنه، زمانی که یک خبر دلخراش، یک صدای وحشتناک به گوشی او طفل میرسه یا به فامیل از او میرسه، حتما مدارس یا مکاتب ترک میکنه، علومه نمیخواه که بیاموزه، چون حیاتش به خطر است. و این خیلی امنیت ما شما یک پدیده ضروری هست که باید به خاطر توسعه و ارتقای علم و دانش در جامعه ما تامین گردد. استاد محمد اکبر نجف، استاد پوهنتون ولایت بادغیس، به سلسله پیشنهادات پرداخت که برای بهتر شدن سطح تعلیمی و تحصیلی در کشور بهتر است. بلند بردن تخصص استادان، هم از نقطه نظر ارسال استاد در جاهایی که سطح علمی رو بالا برد، در سویه های بالاتر، چیز مورد سوم اشاره داشتن، و هم با ایجاد سمینارها و روش ها یکی از راه های است که می دانیم ما در راه تقویت نهادهای علمی و تحصیلی گام برداریم. تجدید پروگرام های درسی، کریکولم درسی، مفردات درسی و نصاب درسی و نزدیک ساختن این نصاب به معیارهای ملی و بین المللی. واضح است که وقتی ما در حوزه علم قدم بگذاریم و در شرایط جهان سازی فعلی و شکستن مرزهای فعلی، نیاز است که اگر ما وقتی حرفی از علم و معرفت میزنیم، حداقل خود نزدیک بسازیم با معیارهای ملی و بین المللی که دنیا به او اشاره دارد. سعید شهدا، امر امور جوانان ولایت بادغیس، آموختن علم دینی و دنیوی را برای بهتری انسان در دنیا و آخرت مهم دانسته می افزاید. علم دینی ما بیشتر تقویت کنیم یا بالاتر برویم، معلوم است که ما در آخرت و در نزد خداوند و اسلام جایگاه ما خواستر و بهتر می شود. ولی علمی که استادها گفتند، علمی که ما مجبور هستیم، علمی دیگه هم هست که ما مستری باید بشیم به خاطر از اینکه نفقه خانواده خدا، او هم فرض است. علم خوب است، هر کدام علم دریا هست، ما باید یک قطره از او برداریم و هر چند کوشش کنیم بیشتر. و همه علمایی که در این جمع حضور دارند و تمام استادان محترم پوهنتون، جوانا، خانم هایی که در این جمع حضور دارند، هر کدامشان به این حد نرسیدند که دریا را مکمل به استعداد و فکر خود را داده باشند و جای جان باشند. هر کدام یک کمبودی داریم، بخاطر علم برداشتنش به طور کامل در هیچ فکر و در هیچ ذهنی جایگاه نداره، گنجایش نداره. ابراهیم عبدالعزیز و عثمان محمد از کشور سودان برای 30 بار به کنفرانس علمی به افغانستان سفر نموده است. نامبرده برای پیشرفت علوم دینی و عصری سلسله پیشنهادات را مطرح ساخت. نبدا باذن الله موضوع مؤتمرنا هذا الذي يتعلق ب المجتمع من منظور اسلامي. يقصد بالمجتمع اي مجتمع كان، يقصد به هو التنظيم. در اول ما شروع بيني كنم كي جامعه وتقسيم من وتقسيم مندي لهذا هاي از جاي اسلام رولی مهم دارد در افزایش آموزش دینی این نهادها و امکان دارد که جامعه از دیدگاه اسلام به نوع مختلف تقسیم شود و با این جامعه را به 3 نوع تقسیم می کنیم که اول است جامعه افراد و تفرید و او جامعه است که مردم در او جامعه از دین دور است و سستی می کند در امورات دینی. مجتمع التفريط للأسف الشديد نجده في جل الدول العربية،
الإسلامية عموما، لا نحبذ أن نقول دولة عربية أو كذا. جامعه تفرید یا افراد که از این کشورهای اسلامی خودشان متاثر شدن در این وقت جامعه عدم تعهد و التزام به دین و شریعت اسلامی منتشر می شود و یا با سستی و تفرید در چیزهایی که دین در آن امر کرده و اونا انجام نمی دهد و یا از چیزهایی که دین و دین اسلام منع کرده و انجام می کند. و جامعه دومی که است جامعه اعتدال است و این جامعه اعتدال است که خصوصیات و صفات خاصی دارد و این جامعه نشان دهنده خیره و استقامت و بالا بردن حرج و مشقت است. هذا المجتمع المجتمع الوسطي يوجد به الخيرين وتوجد به الجمعيات الخيريه. اولا توجد به استقامه در جامعه اعتدال و مینوی جامعه دو چیز هستند، یکی اون جامعه که اعتدال در اون جامعه وجود دارد که خیری هستند و دومی که هست استقامت رای مستقیم یا در رای مستقیم که می رود. خداوند عز و جل در قرآن کریم فرمودند که شما را ملتی بیانروی و اعتدال جو کردیم برای که شاهد باشین بر مردم، و در دیگه آیات فرمودند شما ملت خوب و خیر بودین. اعتدال به معنای استقامت و استقامت هستند که اگر برای مستقیم نرویم بس این انحراف است و انحراف گاهی افراد و تفرید می باشد و آن زدی اعتدال می باشد. اگر ما شما قرآن و سنت را تطبیق نمی کنیم یا درایش نمی ریم و آن از قرآن و سنت تفرید می باشد، یا ما تفرید می کنیم یا قرآن و سنت را تطبیق نمی کنیم، باید ما شما قرآن و سنت را تطبیق بکنیم، اگر تطبیق نمی کنیم او افراد و تفرید است. هذا المجتمع المعتدل يوجد به اليسر ورفع الحرج، رفع الحرج بين أبناء هذا المجتمع. الشريعة الإسلامية قصدت نوعي سيوم از جامعي كأستا جامعي يسر ورفع الحرج أستنكي أسانتيا وبركتني مشقت از مردم أستا دين مبين إسلام دين اعتدال وميان ربيع أست وإفراد وتفريد در إسلام جايقاي ندارد و بالا کردن مشقت هستند. همپذیری و آسانتیا راجع به اعتدال و میانه‌روی می شود و افراد تفرید وجود ندارد در دین مبین اسلام. از یک جانب افراد و تشدد مشقت و تکلیف است، افراد و تفرید حرجی است که به داخل مصالح مردم می اندازد. مقاصد شریعت را مراعات نمی کند، شما را نمی کند. و اگر ما مردم اگر مردم یک گروهی در اختلاف وجود داشته باشد و باید در رجوع به قرآن و سنت بکند. در حقیقت اسلام تصمیمی است که برابری و مساوات گرفته است در زمانی که برخی ادعا می کردند که او از نسل اله هستند، مگر در حقیقت او از نسل دیگر بودند. اسلام زمانی آمد در آن زمانی آمد که تصمیم برابری و مساوات در برابر قانون و خداوند جل جلاله در دنیا و آخرت گرفت و همچنان یکی دیگر ترجیح ندارد مگر در اعمال های خوب. عرب بر عجم ترجیح ندارد مگر در تقوا. اشتراک کنندگان بر تداومشون کنفرانس ها تاکید می‌ورزند و جلوگیری از افراطیت را منوط با بلند بردن سطح آگاهی جامعه می‌دانند. Thank you.